أرض السلام وإرادة دارم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امیدوارم هر جا که هستید و این برنامه را مشاهده می فرمایید ملبس به لباس عافیت، مزین به زینت تقوا، منور به نور محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام باشید. امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال همگی شما را ایمان کامل عطا کند و همگی ما و شما را از محبین اهل بیت علیهم الصلاة والسلام قرار بدهد. ایام شهادت حضرت بحر حقائق قرآن ناطق امام صادق علیه الصلاة والسلام را و پیشگاه خانوادان عصمت و طهارت اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که پروردگار عالم به ما معرفت امام صادق علیه السلام عنایت بفرماید و به ما مودت آن بزرگوار را نصیب و روزی بگرداند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. بینندگان محترم شبکه مقدسه جهانی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، به مناسبت روز شهادت و ایام شهادت حضرت امام صادق علیه الصلاة والسلام، پاره از مطالب را راجع به امامت آن سرور عظیم الشأن و فضائل ایشان خدمت شما تقدیم می دارم. اما قبل از آن دست به دعا بلند می کنیم و مثل هر روز از برای سلامتی ولی نعمت خودمان و از برای تعجیل فرج ایشان به پیشگاه الهی دست مسئلت و دست گدایی دراز می کنیم. یا محمود بحق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ويا عالي بحق علي أمير المؤمنين عليه السلام، ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، ويا محسن بحق الحسن عليه السلام، ويا قديم الإحسان بحق أبي عبد الله سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. يا رب صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. پروردگارا فرج فرزند حضرت امام صادق علیه السلام و نور عین ایشان را هر چه زودتر و سریعتر برسان و به آن بزرگوار اذن قیام و اذن خروج عنایت بفرما. کمر دشمنان ایشان را بشکن و عزت دوستان ایشان را اضافه بفرما و پروردگارا ما را از شیعان خالص آن بزرگوار قرار بده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. بینندگان محترم شبکه مبارکه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و عزاداران حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق صلوات الله علیه، این مطلب را باید همگی ما و شما زینت جان و دل بکنیم که ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام مانند ما و شما نیستند. ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام حجج الهی هستند، برگزیدگان الهی هستند که خداوند متعال آنها را برای ریاست و برای سرداری و برای سیادت زمین و آسمان قبل از خلقت زمین و آسمان برگزیده. ششمین امام از برگزیدگان الهی و هشتمین معصوم از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام صادق علیه الصلاه و السلام می باشند. آنچه که در مجد امام صادق علیه السلام و در ثنای ایشان میتوان گفت، همان ابواب معرفتی هست که خود اهل بیت اطهار علیهم السلام با تفضل خود و با منت خود و با احسان خود بر ما گشوده اند و بیان فرموده اند. لذا در این باب مانند همیشه بینندگان محترم کلمات ائمه هدای معصومین صلوات الله علیهم اجمعین را خدمت شما به عرض می رسانم. در کتابهای ما بینندگان محترم، در کتاب شریف کافی، در کتاب شریف بحار الانوار،
وبقيه جوامع الروائيه. محدثين بزرگوار ما قدس الله اسرارهم در ابواب معرفت ائمه علیهم الصلاه والسلام، روایات و نصوصی که بر 12 امام با اسم آنها و با ذکر آنها و با القاب شریفه آنها هست آمده، و بعد از آن فضائل مشترکه ائمه هدا علیهم الصلاه والسلام در روایات خیلی زیاد همگی صحیحه آمده، و همچنین درباره تک تک ائمه هدا علیهم الصلاه والسلام و احوال زندگی آنها و فرامین آنها ابواب خیلی زیاد منعقد گشته. بینندگان محترم، اول من از کتاب شریف بحار الانوار یکی از روایاتی که در این روایات اسم 12 امام معصوم صلوات الله علیهم اجمعین آمده را خدمت شما سروران خیلی خوب خودم با اختصار ترجمه میکنم و میخوانم، و بعدش هم ان شاء الله فضائل ائمه هدا علیهم السلام. کتاب شریف اصول کافی، کتاب الحجه، باب ما جاء فی الاثنی عشر و النص علیهم، علامه بزرگوار کلینی قدس الله نفسه الزکیه این باب شریف را منعقد کرده در بیان احادیث و روایاتی که در این احادیث متواتره مبارکه اسامی 12 امام صلوات الله علیهم اجمعین صریحا آمده که اینها ائمه هدا علیهم السلام هستند، و از این گونه روایات خیلی زیاد داریم ما. روایت اول از ابی جعفر الثانی از امام جواد علیه السلام روایت هست، قبلا هم خدمت شما خوانده ام دوستان محترم من، که میفرمایند که امیر المؤمنین علیه السلام تشریف آوردند که در حالی که امام حسن مجتبی علیه السلام با ایشان بودند و امیر المؤمنین علیه السلام بر دست سلمان تکیه داده بودند، آمدند مکه مکرمه در مسجد الحرام وارد شدند. وقتی که وارد شدن یک کسی آمد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام که خیلی زیبا بود و خیلی هیئت خیلی زیبا و جمیلی داشت، بر امیر المؤمنین علیه السلام سلام کرد و بعد گفت که یا امیر المؤمنین، از شما 3 سوال میکنم، اگر این 3 سوال مرا جواب دادید من میدانم که اینهایی که آمدن و خلافت را از شما غصب کردن، شما میدانید که سلمان، بله سلمان رضوان الله علیه، در حیات امیر المؤمنین علیه السلام که وارد مکه شده، و امیر المؤمنین علیه السلام وارد مکه شده، این در زمان خلافت حضرت نبود، این در زمان همون غصب، ایام غصب خلافت بود. حالا مذکور نیست که در زمان ابو بکر بوده یا عثمان بوده یا عمر بوده، ظاهر قضیه اینه که این در زمان عثمان بوده این قضیه. اینهایی که خلافت شما را غصب کردن، اینها نه دین دارن و نه از آخرت میترسن، اگر این سوالا را جواب بدید، و اگر جواب ندادید دیگر میدانم که شما هم امام معصوم نیستید. سوالاتی میکند، بله، از امیر المؤمنین علیه السلام، و بعد از آن که سوال میکند حضرت امام مجتبی علیه السلام به امر امیر المؤمنین علیه السلام به ایشان جواب میدهد، بعد اون شخص سائل شهادت میدهد که من شهادت میدهم که یا امیر المؤمنین شما حجت خدا هستید و شما حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام حجت خدا هستید، و اشهد ان الحسین ابن علی وصی اخیه والقائم بحجته بعده، و اشهد على علی ابن الحسین انه القائم بامر الحسین بعده. وقتی که امام حسن مجتبی علیه السلام جوابش را داد، اون مرد اینجنین جواب داد: اشهد ان لا اله الا الله ولم ازل اشهد بها، و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولم ازل اشهد بذلك، و اشهد انك وصی رسول الله والقائم بحجته، و اشار الى امیر المؤمنین، ولم ازل اشهد بذلك و اشهد انك وصیه والقائم بحجته، وأشار إلى الحسن عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن الحسين ابن علي وصي أخيه والقائم بحجته بعده،
وأشهد على علي بن الحسين صلوات الله عليهما أنه القائم بأمر الحسين عليه السلام بعده، وأشهد على محمد بن علي على أنه القائم بأمر علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وأشهد على جعفر بن محمد صلوات الله عليهما بأنه القائم بأمر محمد صلوات الله عليهما، وأشهد على موسى على أنه القائم بأمر جعفر بن محمد، وأشهد على علي بن موسى أنه القائم بأمر موسى بن جعفر، وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن موسى، وأشهد على علي بن محمد بأنه القائم بأمر محمد بن علي صلوات الله عليهم أجمعين، وأشهد على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي بن محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وأشهد على رجل من ولد الحسين لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملؤها عبدا قسط عدلا كما ملئت جورا. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى وبركاته. این مرد شهادت داد به 12 امام. وقتی که به امام عصر علیه السلام رسید گفت که شهادت میدهم به اون کسی که از فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هست، اما جائز نیست که اسم او را مردم ذکر بکنن و کنیه او را ذکر بکنن تا اینکه ایشان ظهور بفرماید و قیام بفرماید. من به همه اینها شهادت میدهم. و گفت، بعدش سلام داد، السلام علیک یا امیر المؤمنین، و از اونجا خارج شد. بله، امیر المؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن که شما بروید نگاه بکنید که این شخص چه کسی بود. رفت گشتن و کسی را نیافتن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که ایشان خضر نبی بودن، ایشان خضر بودن. دوستان محترم بیننده، در این حدیث شریف ذکر نام 12 امام با امامت آنها و مقام حجیت آنها و مقام عصمت و خلافت آنها آمده و همچنین روایات خیلی زیاد هست. خواستم که تنسیسی باشد بر 12 امام و حجیت آنها. اما روایاتی که در فضل ائمه هدا علیهم السلام آمده و در علو شأن آنها و در رفعت مقام آنها آمده، بینندگان محترم، حضرت امام صادق علیه السلام کیست؟ و این مطلب را باید از خود اهل بیت علیهم السلام شنید. ما و شما در حد نیستیم که بتوانیم ثنای حضرت امام صادق علیه السلام را بیان بکنیم و مجد ایشان را تعریف بکنیم و کمالات ایشان را تحدید بکنیم. بینندگان محترم، در ابواب مختلفه، در کتاب شریف کافی، در کتاب الحجه کافی مبارکه، روایاتی در شأن ائمه هدا علیهم السلام آمده که توجه به این روایات و التفات به این روایات و دقت در این روایات از علو مقام ائمه اطهار علیهم السلام به ما و شما معرفت عطا می کند. ملاحظه بفرمایید، من این باب را برای شما انتخاب کرده ام. کتاب شریف اصول کافی مجلد اول، کتاب الحجه، باب 70، ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل. این باب در بیان این مطلب ذکر شده که ائمه خدا علیهم السلام نور خداوند متعال، نور الله عز وجل هستند، نور آن پروردگاری که اون خداوند متعال عزیز و غالب هست و آن پروردگار عالم جلیل و با جلالت و منزه از هر عیوب هست. روایت اول از امام باقر علیه السلام با سند مذکور از ابو خالد کابلی گفت، سألت ابا جعفر علیه السلام، خوشا به حال اصحاب ائمه هدا علیهم السلام که معرفتشان را و ایمانشان را بلا واسطه از خود امام معصوم صلوات الله علیهم اجمعین می گرفتن. ابو خالد کابلی گفت که من از امام باقر علیه السلام درباره این آیه مبارکه که در سوره تغابن آیه 8 می باشد پرسیدم، فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا. اشکالی ندارد که این آیه را در سوره تغابن ما و شما ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين گمان کرده ان کسانی که کافر هستند که هرگز خداوند از اینها حساب نمی گیرد و اینها را برای روز جزا بر نمی انگیزد. قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم. بگو هرگز این چنین نیست حبیب من، بگی بفرمایید به اینها که هرگز این چنین نیست. و ربی قسم به خدای من، لتبعثن، به اینها بفرمایید که به خدا قسم، به پروردگار من قسم، که شما مبعوث می شوید و شما برانگیخته می شوید و بعد از مردن دوباره خداوند شما را زنده می کند. ثم لتنبعن بما عملتم، بعد از اینکه خداوند متعال شما را بلند کرد، لتنبعن، شما اگر یادتان هم رفته باشد که در دنیا چه کردارهای شرمناکی داشتید، خداوند متعال یکی یکی اونها را برای شما نشان میدهد که چه کارهایی کردید. هیچ یکی از اعمال شما از حساب پروردگار عالم فوت نمی شود و شما حساب میدهید. والله بما تعملون خبیر، و پروردگار عالم آگاه است، خبیر یعنی خیلی آگاه است به اون چیزهایی که شما انجام میدهید. این زعم الذین کفروا، هم کافرانی که با کفر ظاهر کافر هستند، یعنی میگن که روز قیامت را منکر هستند، هم اونها را شامل می شود، هم کسانی که ایمان ندارند که نسبت به وصایای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بی مبالات هستند. هزار آیه از قرآن کریم، هزاران حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هزاران ادله عقلیه را بر امامت اهل بیت علیهم السلام برای اینها تلاوت بکنید، اینها خوف خدا ندارند. اینها این آیه هر دو را شامل می شود. فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا. پس فا یعنی چی؟ بینندگان محترم، پس فا از برای تفریع هست، فا از برای این است که ما قبل علت ما بعد است. مردم روز جزا حقه. قرآن کریم می فرماید گمان نکنید که شما از قبر برانگیخته نمی شوید، چون روز جزا حق هست پس ایمان بیاورید. پس به چه کسی ایمان بیاوریم؟ آمنو بالله، ایمان بیاورید به خدا و رسولهی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و النور الذي انزلنا، و ایمان بیاورید به اون نوری که ما اون نور را نازل کردیم. اون نور در عالم بالا بود، سبحان الله. اون نور در این عالم دنیا، این عالم سفلا، این عالم خاکی با این هیچ نسبتی ندارد. ما از برای هدایت شما، ما از برای اینکه بر شما احسان بکنیم، شما گمراه نشوید، شما خاک نشینان را عرش نشین بکنیم، نور خود را بر شما نازل کردیم. پس ایمان بیارید به خدا و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و النور الذي انزلنا، و بر آن نور ایمان بیارید، به اون نوری که ما اون نور را نازل کردیم. والله بما تعملون خبير، و خداوند متعال آگاه هست به اون چیزی که شما انجام میدید. و ذالک، آیه قبلی و ذالک علی الله یسیر بود، من متوجه نشدم. و از قبر برانگیختن شما برای خداوند متعال آسان هست. ابو خالد کابولی میگوید که من از امام باقر علوم النبیین صلوات الله علیه و علی اهل بیته الاطهار پرسیدم که این نور، منظور از این نور چی هست که در قرآن کریم آمده. قال یا ابا خالد، فرمودن امام باقر علیه السلام، ابو خالد، النور والله نور الائمه من آل محمد علیهم الصلاة والسلام الى یوم القیامه. ابو خالد، این مطلب را خوب بدان که نور که خداوند متعال در این قرآن فرمودن من نور نازل کردم، این نور ائمه خدا علیهم الصلاة والسلام هست، از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند متعال اینها را نازل فرموده و از عالم بالا نازل فرموده. بینندگان محترم، الا من و هم والله نور الله الذي انزل، به خدا قسم
ائمه هدا علیهم الصلاه والسلام، و هم ضمیر هست برمیگردد به ائمه هدا از آل محمد علیهم السلام. با خدا قسم اونها نور خداوند متعال هستند که خداوند متعال اونها را نازل فرموده. امام باقر علیه السلام قسم میخورند که ائمه هدا علیهم السلام نور خدا هستند که خداوند متعال نور این نور را نازل کرده. علامه بزرگوار مجلسی در کتاب مرآت العقول در شرح من نیوازم مرآت العقول یا در اتاق دیگر در شرح این روایت شریفه کلمات خیلی جالب و خیلی عالی داره. ببینید دوستان عزیز، نور آن چیزی هست که به ذات خودش ظاهر باشد و به سبب او اشیای دیگر ظاهر بشود. وجود را نور گفتند، چون عدم ظلمت هست. عدم چون نیست، نیست، نیست دیگر، هیچ نیست، از او نمیتوان خبر داد، از او نمیتوان صحبت کرد، نمیتوان خواص او را بیان کرد، اصلا نیست. چیزی که نیست عدم، ظلمت هست، معنایش میگن ظلمت هست، معنایش اینه، عدم ظلمت هست یعنی اصلا نیست. چیزی که نیست نه خاصیتی دارد، نه صفتی دارد، نه چیز دیگر به وسیله او ظاهر میشود. تاریکی محض، مجهول محض، از او نمیتوان خبر داد. وجود و نور است، چون با چیزی که موجود باشد او ظاهر می شود، صفات او، خواص او بیان می شود. خداوند متعال نور الانوار هست به خاطر اینکه وجود تمام اشیاء از پروردگار عالم. خداوند متعال تمام اشیاء را خلق فرموده، تمام اشیاء را آفریده، به برکت پروردگار عالم و به نعمت او تمام اشیاء ظاهر شده اند. خداوند متعال، لذا الله نور السماوات والارض، خداوند متعال تمام سماوات و ارضین را از تاریکی نیستی به نور وجود آورده. قرآن کریم شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نور هست، چون اگر شریعت نبود، اگر این علم و دانایی نبود، اگر این روشنایی از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام نبود، مردم حلال و حرام را نمی دانستند، مردم شکر خداوند متعال را بلد نبودند، عبادت خداوند متعال را چگونه به جا بیاورند کسی نمی دانست، مناسک خود را ما بلد نبودیم، نکاح چیست، طلاق چیست، حلال چیست، حرام چیست، هیچ کدام اینها واضح و روشن نبود. شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نور است. شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نور است، چون به وسیله این هدایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ما حلال را از حرام، اعتقاد صحیح را از اعتقاد باطله، سنت حسنه را از سنت سیئه، واجبات را از محرمات و بقیه امور را تشخیص میدهیم و تمیز میدهیم. اهل بیت اطهار علیهم الصلاه و السلام نور الله عز و جل هستند، نور الله تبارک و تعالی. این از کلماتی هست بینندگان محترم بیننده که عقل انسان اینجا متحیر میماند و عقل انسان اینجا هر قدر که انسان فکر بکند، به خاطر اینکه عظمت مطلب اینقدر عظیم هست و حجم مطلب اینقدر سنگین هست که بیان کردن آن از ناممکنات هست. ائمه هدا علیهم الصلاة والسلام نور الله عز و جل هستند. الله اسم جامع، اسم ذاتی که جامع از جمیع صفات کمالیه و جمالیه هست، اون ذات اقدسی که تمام صفات کمالیه در او هست و آن اسمی که بر تمام آن صفات دلالت می کند الله هست. ائمه هدا علیهم الصلاة والسلام نور الله تبارک و تعالی که این نور را انزال کرده. قبلا با شما بینندگان محترم بیننده روایات خیلی زیاد را برای شما خوانده ام که خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام را از نور خود آفریده. انزال آنها، چون اهل بیت علیهم السلام آنها از عالم بالا هستند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از عالم بالا هست، از عرش پروردگار عالم نورش از نور اهل بیت علیهم السلام هست. خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام را برای اظهار فضل اینها
و برای اظهار عظمت اینها و برای ظاهر شدن برکات اینها و برای هدایت مردم و نجات مردم از ضلالت و گمراهی در این عالم سفلا فرستاده، این انزال هست که اینها ظاهر شدن به اجساد انسانی و در این عالم بین مردم زیست کردن و زندگی کردن. فقال يا أبا خالد النور والله نور الأئمة من آل محمد عليهم الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. بخدا قسم أئمة يهودا عليهم السلام نور خدا هستند، هم در سماوات و ده هم در أرضی. اگر سکان سماوات نور خدا می طلبند و هدایت خدا می طلبند، جبرائیل، میکائیل، انبیای عظام که در آسمان ها هستند، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شب معراج که به معراج رفت با انبیای خدا ملاقات کرد در آسمان دوم، سوم، چهارم در جریان معراج آمده، همه آنها محتاج نور آل محمد علیهم الصلاه و السلام هستند. همه آنها در برکات آل محمد علیهم الصلاه و السلام غرق هستند. اهل بیت علیهم السلام نور خدا هستند در سماوات و در ارض. این کلمات و این گفته ها بینندگان محترم من، اینها کلماتی هست که من حقیر در برابر اگر بخواهم بیان بکنم، من نمیتوانم معانی این را بیان بکنم، من نمیتوانم یک قطره ای از این ابهار بینهایت را درک بکنم، چه بتوانم برای شما بیان بکنم و اون معانی و اون قطره خیلی قلیلی از این ابهار پرتلاطم معرفت را که من حقیر درک میکنم قادر نیستم برای شما بیان بکنم. نور الله تبارک و تعالی فی السماوات و فی الارض. والله یا ابا خالد، امام باقر علیه السلام فرمودند لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. ابو خالد گوش کن، نور امام علیه الصلاة و السلام در قلوب مؤمنین انور هست، نورانی تر هست از شمس مضیئه. شمس مضیئه آفتاب تابان، آفتاب روشن در روزها. نور ائمه علیهم الصلاة و السلام در قلوب مؤمنین، در قلوب مؤمنین روشنتر هست از آفتاب روشن در روزها، در روز، یعنی در روز که روز روشن که آفتاب روشن است چطور جهان را روشن میکنه. قلوب مؤمنین به نور مودت امیر المؤمنین علیه السلام و به نور معرفت امیر المؤمنین علیه السلام و به نور عظمت امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام روشن هست. و هر قدر معرفت انسان نسبت به ائمه علیهم السلام بیشتر باشد و هر قدر که مودت انسان نسبت به اونها بیشتر باشد، این نور در وجود انسان شدیدتر هست و روشنتر هست و بیشتر هست. بینندگان محترم، و هر قدر که انسان از گناه بیشتر اجتناب بکند و کمتر مرتکب گناه بشود، این نور در وجود انسان بیشتر خواهد بود. شما میبینید و شما میدانید که ائمه هدا علیهم السلام به برکت نور آنها و به برکت ایمان به آنها و براءت از اعدای آنها، شیعیان الحمدلله رب العالمین، شیعیان الحمدلله رب العالمین در تمام دنیا هر جا که هستند چقدر بر عقاید خود استوار هستند و چقدر در قلب خود نور ایمان را و نور معرفت را در وجود خود درک میکنند. حالا این مراتب شدت داره و کمتر داره. کسانی از شیعیان خالص اهل بیت علیهم السلام که آنها ارتکاب گناهشان خیلی کم هست یا اصلا مرتکب نمیشوند و مستحبات را مراعات میکنند، چه برسد که به واجبات که 100% مراعات میکنند و توسل خیلی زیاد دارن به اهل بیت علیهم السلام، دائما شبان روزی توسل دارن به اهل بیت اطهار علیهم السلام،
در این خدمت شما عرض کنم دارند، خداوند متعال این نور را در وجود اونها بیشتر قرار داده و این نور را در وجود اونها خیلی روشنتر گردانیده و اونها به وسیله این نور خیلی برکاتی دارند. که حالا شما شاید در بعض احوالی از اهل کرامات، از اولیاء خدا و نور باطن آنها این مطالب را شنیده باشید. این کتاب شریف مرآة العقول علامه مجلسی هست که در اینجا ایشان الان شرحهایی داره که الان اگر لازم شد براتون میخوام. و هم والله ينورون في قلوب المؤمنين، ائمه يهدا عليهم الصلاه والسلام نور خدا هستند در قلوب مؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. هر کسی را که خداوند متعال لائق این نور نمیبیند، لائق این نور نمیبیند، خداوند متعال این نور را از قلب آنها مستور میدارد و محجوب میدارد و آن قلب آنها تاریک می شود و قلب باطن آنها تاریک می شود. والله یا ابا خالد لا يحبنا عبد ولا يتولانا حتى يطهر الله قلبه. امام باقر علیه الصلاة والسلام فرمودن ابو خالد خوب گوش کن، هیچ بنده ای از بندگان خدا نیست که ما را دوست بدارد و ما را مولای خود بداند مگر این که خداوند متعال قلب او را پاک می کند. ولا يطهر الله قلب عبد حتی يسلم لنا و يكون سلما لنا. و خداوند متعال قلب هیچ کسی را پاک نمی دارد مگر این که تسلیم امر ما باشد و تابع ما باشد و پیرو ما باشد و صد درصد و کاملا اوامر ما را اجرا بکند، از نواهی ما اجتناب بکند. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. و هنگامی که این بنده با ما مسالم بود و تسلیم امر ما بود، خداوند متعال او را از حساب شدید روز قیامت در امان می دارد و از فزع یوم القیامة الأكبر، فزع اکبر، وحشت خیلی شدید روز قیامت که خداوند متعال ما و شما را از آن نجات بدهد، از اون وحشت شدید و از اون ترس و خوف شدید اونها را در امان می دارد. روایت بعدی علی ابن ابراهیم به اسناده عن ابی عبد الله علیه الصلاة والسلام فی قول الله تعالی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. این آیه مبارکه بینندگان محترم من در سوره مبارکه اعراف هست. آیه را به تمامی ملاحظه بفرمایید. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، آنانی که پیروی میکنند اون رسول را که اون رسول نبی هست. حالا فرق رسول و نبی قبلا صحبت کردم با شما. الأمي از ام القرى هست، از مکه مکرمه هست ایشان صلى الله عليه وآله وسلم، که این صفت را دارد. یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، که بیان ایشان را و ذکر ایشان را و اسم ایشان را و صفات ایشان را نوشته میابند در کتاب تورات و در کتاب انجیل که نزد اونها هست. و ایشان این صفت را دارد که یأمرهم بالمعروف، امر بالمعروف میفرمایند، و ینهاهم عن المنکر، و از منکرات مردم را منع میکنند، و یحل لهم الطیبات،
و چیزهای پاک را برای مردم حلال قرار میدهند و یحرم علیهم الخبائث و اشیاء پلید را از برای مردم حرام اعلان میکند و یضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم و بر میدارد از آنها آن سنگینی بار آنها را و زنجیرهایی را که بر آنها بود، یعنی این گناه و عقاید باطله و گناهان که اینها زنجیر پای انسان می شود در راه معرفت و قرب خداوند متعال، و عقاید باطله و اخلاق بد اینها را از انسان دور می کند و انسان را از اینها پاک می فرماید. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. پس کسانی که به ایشان ایمان آوردند و عزروه و ایشان را تعظیم میکنند و نصروه و ایشان را نصرت میفرمایند و تبع النور الذي انزل معه و پیروی میکنند از اون نوری که با او نازل شده، اولئک هم المفلحون، آنها اهل فلاح هستند. این نور منظور چیه؟ از وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه مبارکه، قال النور في هذا الموضع علي أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام. فرمود که امام صادق علیه السلام این نوری که در اینجا مذکور هست، در این مقام مذکور هست، امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین می باشند، بینندگان محترم شبکه اهل بیت. حالا این مطالب را که خدمت شما عرض کردم، روایات در این باب بیشتر هست، اما من دوست دارم بعضی از اموری راجع به امام صادق علیه السلام و احوال ایشان خدمت شما سروران خیلی خوب خودم به عرض برسانم و برای شما بله نشان بدم. در کتاب شریف احتجاج اونجا روایات خیلی زیادی را مرحوم تبرسی آورده در استدلال ها و حجت آوری های حضرت بحر حقائق امام صادق علیه السلام، که خیلی از این استدلال های ایشان و حجت آوری های ایشان و اتمام حجت ایشان با مخاطبین گوناگون هست. بعضی از اینها با زنادقه هست، با دهریین هست، در صفات پروردگار عالم، در اصل وجود پروردگار عالم و در عدل پروردگار عالم. بعضی از اینها با منکرین قرآن کریم هست، بعضی از اینها بعضی از کسانی که شیعه بودند و مخالف امام صادق علیه السلام بودند. شما حالا بگو شیعه بودند مخالف امام صادق علیه السلام بودند، شیعه ظاهری بودند نه شیعه حقیقی، چون از کسانی بودند معاصر با امام صادق علیه السلام که اینها شیعه بودند و از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام بودن، اما حسادت خیلی شدید داشتن با حضرت امام صادق علیه السلام و امامت ایشان را انکار می کردن و خودشان را در برابر حضرت امام صادق علیه السلام چیزهای می دانست، خودشان را علم می کردن و چیزکی می دانستن. بعضی از اینها در جواب آنها هست، بعضی از اینها هم در جواب عمری ها و حرفهای عمری ها هست، و خیلی از احتجاجات و حجت آوری ها و استدلالات شاگردان حضرت امام صادق علیه السلام را مانند مؤمن طاق، مانند هشام ابن الحکم و امثالهم را اینجا ذکر کرده و آورده، که خیلی جالب هست و خیلی خوب هست که شما حالا بله اینها را ملاحظه بفرمایید. این کتاب شریف احتجاج تبرسی در زمان حضرت امام صادق علیه السلام در شام اختلاف پیدا شد. خلیفه اونها ولید بود از بنی مروان، این کشته شد. بین خود اختلاف زیادی پیدا کردند و شورش ها در سرزمین های اسلامی گوشه و کنار پیدا شد. مردم در مدینه جمع شدند با دنبال حسن ابن الحسن ابن امیر المؤمنین علیه السلام را گرفتن، کسی بود از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
به نام حسن مصنع، و او پسری داشت به نام محمد نامی و خیلی جوان خوشگلی بوده، خوش سیمایی بوده، که این را به عنوان این که ایشان اسمش محمد هست و پدرش هم حسن هست و از نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به عنوان مهدی ما علم میکنیم. خب و این جناب حسن مصنع نسبت به امام صادق علیه السلام حسادت داشته و حرف شنوی نداشته و حضرت امام صادق علیه السلام اینها را زیاد نصیحت کردن و خیر خواهی کردن که اینها را هدایت بکنن، اما قبول نکردن. و در روایت داریم که امام صادق علیه السلام اینها را مذمت شدید فرمود و بله فرمود که اگر وقتی که امین حسن مصنع از دنیا رفت، فرمود که اگر او که منکر امامت من شده، اگر در حال شرابخوری از دنیا می رفت برایش بهتر بود، چون اگر در حال اعمال گناهان کبیره از دنیا می رفت بهتر بود از این که منکر امامت بشود، چون بینندگان محترم کسی که منکر امامت بشود دیگر او قابل نجات نیست در روز قیامت، اما کسی که مرتکب گناه می شود او امکان دارد که خدا گناهش را ببخشد، شفاعت اهل بیت علیهم السلام دستگیر او بشود و او نجات بیابد. در مقام عمل، در مقام عمل بله امکان نجات هست، اما شقاوت در مقام عقیده این دیگر بله اینجا هیچ رخصتی نیست و این در اونجا بخششی در کار نیست. علا کل حال بینندگان محترم، وقتی که اینها بین خود جمع شدن، جلسه گذاشتن، آمدن به خدمت حضرت امام صادق علیه السلام و عرض کردن که شما انسانی هستید خیلی جلیل قدر و علم شما عظیم هست و عده‌ای از مردم پیرو شما هستند و ما به شما احتیاج داریم، ما میخواییم اینجا انقلاب بکنیم و میخواییم شورش بپا بکنیم و این جناب محمد ابن الحسن المثنى ایشان هم خوشگل هست، هم زیبا هست، هم از خاندان نبوت هست، هم پسر عموی شما هست، ایشان را به عنوان امام ما معین بکنیم و تعیین بکنیم. اینا آمدن خدمت امام صادق علیه السلام و حرف زیاد زدن و هر کسی یک چیزی میگفت. آخر امام صادق علیه السلام به اینها فرمودن که شما خیلی زیاد حرف زدید، هر کسی یک چیزی میگه یک نفر را سخنگوی خود تعیین بکنید که او حرف بزنه. اینها گفتن که سخنگوی ما عمرو بن عبید هست، هرچی او بگوید ما قبول داریم. عمرو بن عبید بلند شد این حرفا را زد که ما میخواهیم با ایشان بیعت بکنیم، شما به شما هم احتیاج داریم، شما چی میفرمایید؟ حضرت امام صادق علیه السلام در جواب اینها اینچنین فرمود، اول حمد خدا را گفتن، بعد درود و صلات و سلام بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اطهار بیان فرمودن، بعد فرمودن انما نسخط اذا عصی الله فاذا اطی الله رضینا اخبرنی یا عمر. امام صادق علیه السلام فرمودن که شما اینجا جمع شدید که دولت اسلامی تشکیل بدید، حکومت اسلامی تشکیل بدید، این آقا را ما آوردید که سید بزرگواری هست، خوشگلم هست، سیما و چهره و قد بلند و ریش ماشاءالله نورانی هم داره، امام زاده هم هست، که این را شما خلیفه بسازید. ما اگر چیز رضای خدا باشه ما ناراحت نمیشیم، ما اون وقت مخالفت میکنیم که در کاری مخالفت کار خدا باشد، گناه خدا باشد. عمرو بن عبید، من از تو سؤالی دارم، لو ان الامه قلدتك امرها فملكته بغير قتال ولا مؤونه فقيل لك وليها من شئت من كنت تولي. ببینید این حرف خیلی خیلی حرف عظیمی هست. فرمودن امام صادق علیه السلام عمرو بن عبید شما خودت هم عالم هستید و اینها هم شما رو سخنگوی خود تعیین کرده، شما به من بفرمایید اگر اصلا جنگی در کار نباشد، شورشی در کار نباشد، تمام امت اسلامیه بیاین یک دست متحد بشوند، بگن که عمر ابن عبید امر ریاست ما و رهبری ما در دست شما،
شما هر کسی را که میخواهید برای ما حاکم تعیین بکنید. شما چی کار میکنید؟ عمر ابن عبید گفت که من اگر این امر در دست من باشد من شورا میسازم، شورا تعیین میکنم، شورا باشد. امام صادق علیه السلام فرمود بین کلهم، همگی مردم در این شورا شرکت داشته باشند؟ گفتند بله. بین فقهائهم و خیارهم، فقها خیار بزرگا همگی در این شورا باشند؟ گفت بله. قریش و غیرهم، گفت العرب و العجم، همگی؟ گفت بله همگی. امام صادق علیه السلام به عمرو بن عبید فرمود که پس به من یک حرف را جواب بده، آیا ابو بکر و عمر را قبول داری یا از او براءت میجویی؟ گفت نه، ابو بکر و عمر را من خیلی دوست دارم، ابو بکر و عمر را من خیلی دوست دارم. امام صادق علیه السلام فرمود این چیزی که تو فرمودی شورا بساز، خلافت ابو بکر مبتنی بر شورا نبود، خلافت عمر مبتنی بر شورا نبود، خلافت ابو بکر فقط با بیعت عمر. همه انصار مخالف بودند، مهاجرین مخالف بودند، عمر آمد زود با ابو بکر بیعت کرد، ابو عبیده جراح بیعت کرد، بعدش هم بقیه انصار اونها عده آمدن با همچشمی که به خاطر همدیگر داشتن با هم بیعت کردن. مشوره بود؟ مشوره ای نبود. شما میگید مشوره باشه، شورا یعنی مشوره کردن، مشوره ای اونجا در کار نبود که اونجا مشوره گیری شده باشد، رأی همگی گرفته شده باشد، فقط با بیعت عمر خلیفه شد. و عمر خودش خلیفه شد چون ابوبکر او را تعیین کرد، با احدی هم مشوره نکرد. این امری که تو میگی مخالف سیره اونها هست و تو خودت میگی که من پیرو اونها هستم. و بعد وقتی که عمر چاقو خورد اون زمان، ثم اوصى الناس فيهم بشيء ما اراك ترضى انت ولي اصحابك قال وما صنع. فرمودن امام صادق علیه السلام اون زمانی که عمر را چاقو زدن و عمر مردنش حتمی شد با یک امری وصیت کرد که من فکر نکنم تو به اون امر وصیت بکنی. عمرو بن عبید گفت اون وصیت چیه؟ گفت عمر وصیت کرد که 6 نفر اونجا در این شورا باشه، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف و امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. این 6 نفر، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان و امیر المؤمنین صلوات الله علیه، این 6 نفر در این شورا باشد. و اون وقت امر کرد که اگر 3 روز بگذرد و اینها به نتیجه نرسند، اینها مگیش باید گردن داده بشود. و اگر اینها با همدیگر اختلاف کردن، 3 نفر یک طرف بود، 3 نفر اون یک طرف بود، اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوف اون بر حق، بقیه را باید گردن بزنند. اگر 4 نفر در یک قول قبول کردن، 2 نفر مخالفت کرد، گردن اون 2 نفر را بزنند. اگر 5 نفر یک طرف بود، یک نفر مخالفت کرد، گردن اون یک نفر را بزنند. تو آیا حاضری؟ تو آیا حاضری همچین وصیتی بکنی، شورا بسازی، اینها که بیان بین خود خلیفه تعیین بکنن و اگر با هم اختلاف کرد، بله، اونایی که مخالفت کرده در اون شورا گردن اونها زده بشود؟ گفت نه، این را حاضر نیستم. فرمود امام صادق علیه السلام افترضون بهذا فيما تجعلون من الشورى في المسلمين، تو میگی من شورای مسلمین تشکیل میدم، آیا حاضری؟ اون شورایی که عمر تشکیل داد، خود خلافت ابو بکر بر شورا نبود، خلافت عمر بر شورا نبود، خلافت عثمان که شورا بود، تو حاضری مثل اون شورا بسازی که به قول خود جماعت عمریه در اون شورا چند نفر از عشره مبشره بود؟ عمر چطور طبق کدام شریعت؟ این دیانت خدا هست، دین خدا هست که از عشره مبشره اهل جنت را امر میکنه که گردن اینا زده بشه؟ فتوا میداد که اینا کشته بشه. تو آیا حاضری که شورا تشکیل بدی بعد امر بکنی که هر کسی مخالفت کرد اونها گردنش؟ گفت نه، این را من حاضر نیستم. یا امر دعوه، امام صادق علیه السلام فرمودن که خب این سر جای خودش. حالا ما فرض میکنیم که شما این محمد ابن حسن مسنا را آوردی که این خلیفه بشه. ما فرض میکنیم خلیفه شد،
بعد از اینکه خلیفه شد شما آمدید گفتید ما با مشرکین ما سر و کار داریم، فافضیتم الى المشرکین الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزیه كان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المشركين في الجزية؟ قالوا نعم. امام صادق عليه الصلاة والسلام فرمودن که الا فرض میکنیم که شما این رفیق شما خلیفه شد، بعد شما در برابر مشرکین اون عده از مشرکینی که هنوز مسلمان نشده و جزیه هم نداده، شما آیا این فقه و این علم دین را دارید که با آنها به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل بکنید؟ گفتن بله. فرمودن که چیکار میکنید؟ گفتن ما میگیم که بیاید ای مشرکین مسلمان بشید و اگر مسلمان نشدن میگیم که بیاید جزیه بدهید. قال و ان کانوا مجوسا او و اهل کتاب، فرمود اگر مجوسی باشن و اهل کتاب، گفت بله. قال وإن كانوا مجوسا وأهل الكتاب، قال وإن كانوا أهل الأوثان وعبدة النيران والبهائم وليسوا بأهل الكتاب، قالوا سوا. گفتن که اگر آتش پرست باشه، بت پرست باشه، اهل کتاب باشه، همگیش حکمش امینه؟ گفتن بله، همگیشان حکمشان امینه که ما اونها را دعوت به اسلام میکنیم، اگر مسلمان نشن جزیه بدهن. خب حکم شرق این نیست، جزیه برای اهل کتابه، شما میدونید. امام صادق علیه السلام فرمودن فاخبرنی عن القرآن، اتقرأه؟ قرآن را خواندی؟ گفت بله. قال اقرأ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون فاستثنى الله عز وجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب فهم الذين لم يؤتوا الكتاب سواء. قال نعم. امام علیه السلام آیه قرآنی را خواندن برایشان و فرمودن که آیه جزیه که درباره اهل کتاب آمده، تو از کجا میگی که اهل کتاب و مجوس و بت پرستا و آتش پرستا همه اینها یک این حکم را دارن؟ گفت بله، اینها همه ایشان یک حکم را دارن. امام صادق علیه السلام فرمودن قال سمعت الناس یقول؟ بله. قال امن اخذت هذا؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که این حکم را از کی یاد گرفتی؟ گفت سمعت الناس یقولون، بقیه علما را شنیدم همتینین میگفتن که تمام اهل کتاب و بقیه همگیشان حکمشان یکیه، در حالی که این مخالف قرآن کریم. امام صادق علیه السلام فرمودن فدع ذا فان ابوا الجزیه فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنیمه؟ قال اخرج الخمس واقسم اربعه اقسام بين من قاتل عليه، تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال نعم. امام علیه السلام فرمودن خب حالا اگر تو با مشرکین جنگیدی و از اونجا غنیمت گرفتی، با مال غنیمت چی کار میکنی؟ گفت غنیمت رو میگیریم پنج قسمت میکنیم، پنج قسمت میکنیم. بله. و از اون پنج قسمت چهار قسمتش را بین اون کسانی که در لشکر بوده بین اونها تقسیم میکنه، بین همگی اونها؟ گفت بله. امام صادق علیه السلام فرمود این مخالف سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فقد خالفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی فعله و فی سیرته و بینی و بینک فقها و اهل المدینه، برو بپرس از فقهای اهل مدینه و مشایخ مدینه، فسلهم فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما صالح الاعراب على ان يدعهم في ديارهم وأن لا يهاجروا على أن إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيرتي في المشركين. برا تمام فقهاء مدينة بفرس كرسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم با أعراب در صحراء بودن با اونها این شرط را کرده بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اونها کاری نداشته باشد و اونها را از زمینهایشان بیرون نکند، به شرط این که اگر جنگی شد بیاد مسلمان ها را کمک بکنند، اگر جنگی شد مسلمان ها را کمک بکنند و در غنیمت نصیبی ندارند، در جنگ شرکت بکنند اما در مال غنیمت نصیبی ندارند. و تو میگی که من بر مال غنیمت را بین همگی تقسیم میکنم، اینطوری نیست که هر کسی آمد در جنگ شرکت کرد در مال غنیمت اونها نصیبی داشته باشه. بعد حضرت امام صادق علیه السلام از ایشان چند سوال دیگر کرد، همه ایشان مخالف
سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بله مخالف سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جواب داد. در آخرش امام صادق علیه الصلاة و السلام به ایشان گفت یا عمر انتم و انتم ایها الرح فاتقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. إمام عليه السلام به اون جمع فرمودن، اون جمع فرزندان إمام حسن مجتبى عليه السلام که آمده بودن و بقیه کسانی که اونجا میخواستن شورش بکنن و انقلاب بکنن، گفتن که شما از خدا بترسید، شما از خدا بترسید، پدر من که بهترین اهل عالم بود و اعلم اهل عالم بود به کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من روایت کرده از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق علیه السلام و بقیه ائمه علیهم السلام وقتی که با مخالفین و منکرین امامت صحبت میکردن همیشه اینطوری بود، میگفتن از پدر خود از جد خود روایت نقل میکردن، چون اونها قائل به امامت نبودن تا برای اونها حجت باشه، اما برای شیعیان مخلص دیگر لازم نبود، خودشان بیان میکردن حکم خدا چیست، لازم نبود که اون را نقل حدیث از جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. پدر من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت فرمود من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف. هر کسی که در با شمشیر خروج کند و مردم را به سوی رهبری خود دعوت بکند و در بین مسلمین یک نفر از او اعلم باشد، یک نفر او اعلم باشد، ولو یک نفر، او اون شخص گمراه است، اون شخص گمراه است، بله، و اون شخص بیدین هست. بینندگان محترم، از حجج امام صادق علیه الصلاة و السلام حالا اینجا من حجج ایشان رو زیاد یادداشت کردم برای شما بخونم، وقت برنامه تمام شد. بعضی از استدلالات مؤمن طاق را با ابوبکر برای شما نقل کنم. مؤمن طاق یکی از اصحاب امام صادق علیه الصلاة و السلام بود و با ابو حنیفه زیاد کلام های خیلی لطیفی رد و بدل کرده. ملاحظه بفرمایید، مؤمن طاق با ابو حنیفه از شاگردان ایشان بود. روایت شده که یک روز مؤمن طاق با ابو حنیفه دیداری داشت. ابو حنیفه بر مؤمن طاق خورده گرفت و اشکال گرفت، گفت که من شنیدم که تو معتقد به رجعت هستی، شما شیعیان معتقد به رجعت هستین؟ گفت بله من معتقد به رجعت هستم. ابو حنیفه زرنگی کرد، گفت پس بیا به من 1000 دینار بده، من در رجعت که برگشتم به تو این 1000 دینار رو برمیگردم. من که در رجعت برگشتم این 1000 دینار رو به تو برمیگردم. مؤمن تا فورا جواب داد، گفت اشکال نداره، تو اول برای من یک کفیل بیار، ضمانت بیار که تو در رجعت انسان برمیگردی، تو در رجعت انسان برمیگردی و خنزیر بر نمیگردی، در اون صورت من به تو بله این 1000 دینار را میده، از کجا که تو خواستن خنزیر برگردی. اینجا آورده بله فاعتنینی کفیلا بانک ترجع انسانا ولا ترجع خنزیرا. یک روز دیگر ابو حنیفه به مؤمن طاق عرض کرد لما لم یطالب امیر المؤمنین علیه السلام بحقه. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، امیر المؤمنین علیه السلام چرا مطالبه حق خود را نکردن بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ مؤمن طاق جواب داد خاف ان یقتله الجن کما قتلوا سعد ابن عباده بسهم المغیره ابن شعبه و فی روایت بسهم خالد ابن ولید. مؤمن طاق گفت که امیر المؤمنین علیه السلام احتیاط کرد که بله مطالبه حق خود را بکند، شاید همونطوری که جنها با تیر خالد ابن ولید سعد ابن عباده را ترور کردن، امیر المؤمنین علیه السلام را هم ترور بکنه. یک روز مؤمن طاق از خیابانی میگذشت و ابو حنیفه هم در کنارش بود. یک کسی جار میزد، جارچی جار میزد، میگفت که طفلی از ما گم شده، این صفتش هست، طفلی گم شده، این را طفل
گم شده ضال، صبی ضال، بله طفل گم شده ما را به ما نشان میده. مؤمن تاق فورا جواب داد، گفت من طفل گم شده خبر ندارم، اما پیرمرد گمراه دارم. اگر پیرمرد گم شده یک گمراه میخواهید، این ابو حنیفه موجوده، این را ببرید. حضرت امام صادق علیه السلام وفات یافتند، از دنیا رفتند. ابو حنیفه شماتت کرد، مؤمن تاق را دید خیلی خوشحال شد، دیگه گفت شنیدم امام شما مرده. ابو حنیفه گفت، مؤمن تاق در جوابش گفت نعم و اما امامک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم. مؤمن تاق در جواب ابو حنیفه گفت که بله امام من شهید شده، از دنیا رفته، بله اما امام تو من المنظرین الى یوم القیامه، امام تو آن کسی هست که تا وقت معلوم خدا به او فانظرنی الى وقت معلوم، بله فانظرنی الى وقت معلوم، قال انک من المنظرین. شیطان گفت به خداوند متعال که به من فرصت بده، مهلت بده، مرا عذاب نکن تا روز قیامت. پروردگار عالم فرمود که به تو مهلت دادم. مؤمن تاق به ابو حنیفه گفت که تو بله امام من از دنیا رفت، اما امام تو بله تا روز قیامت خداوند به او وقت داده. حالا دوستان عزیز، من تلفن های شما عزیزان رو جواب میدم، خدا خیرتان بده و خدا عافیت بده به شما و ایام شهادت امام صادق علیه السلام رو بار دیگر خدمت شما تسلیت عرض میکنم. سلام علیکم، بفرما بزرگوار. سلام علیکم.